Okay, you are alive. همکیشان عزیز، اعضای محترم کنیسای نسخ، شالوم. قبل از این که مطلبی را درباره یکی از پاراشاهای روز شبات پیش رو خدمتون عرض بکنم و توضیح بدهم، این شبات دو پاراشا آخره و کدوشیم خواهد بود. ولی دیروز یک روز بسیار مهم پر اهمیت در تاریخ 2000 ساله ملت یهود بوده. دیروز روز پنجم ماه ایار، روزی است که در 72 سال پیش ملت یهود توانست در کشور خود مستقل بشه و کشوری به نام کشور اسرائیل بعد از 2000 سال پراکندگی و دادن میلیون ها قربانی در گالوت و فداکاری بسیاری از جوان های از خود گذشته توانستیم به وطن بازگردیم. روز عطسبعوت، روز استقلال، یکی از بزرگترین اعیادی است در کنار تقویم یهودی. امیدواریم که این استقلال ابدی خواهد بود و کشور اسرائیل هر روز شاهد پیشرفت‌های روحانی، علمی، معنوی و اجتماعی و اقتصادی خواهد بود و خداوند سایه صلح خود را بر سر ساکنان آن و این کشور آبایی بگستراند و در آن صلح و آرامش برقرار بکند. حال برای روشن شدن مطلبی که میخواهم در ارتباط با پاراشای آخره بگویم، نیاز به یک توضیح و یک مقدمه دارم. مبحثی است در فلسفه، در مذهب و روانشناسی راجع به این که آیا نوع انسان یا هر فردی ما دارای اراده آزاد هستیم و به اختیار خود می توانیم دو راه یا سه راه، یا راه درست یا راهی که انگیزه های درونی بد ما به ما دیکته می کنند انجام بدهیم؟ آیا انسان موجودی است که قبلا تحریزی شده و تابع غرایز خوده، یا اینکه میتونه در برابر هر موقعیت جدیدی تصمیم بگیره، تصمیم خوب یا خدای نکرده اشتباه؟ به تازگی یک پروفسور زاده اسرائیل به نام یووال نواخ هراری معروفیت جهانی پیدا کرده. نواخ، یا بهتر بگویم یووال نواخ هراری، دکتر هراری، 44 سال است، در اسرائیل به دنیا آمده. تحصیلات خودش رو در دانشگاه عبری در رشته تاریخ و روابط بین المللی موافق لیسانس گرفته و دکترای خودش رو در دانشگاه آکسفورد در رشته همان تاریخ و یک رشته تخصصی دیگری که داره فلسفه است و هوش مصنوعی Artificial Intelligence، این تخصصش دریره. و چیزی که باعث معروفیت او شده کتاب‌هایی است که نوشته، البته به عبری و ترجمه شده. سه کتاب بسیار مهم او، یکی تاریخ مختصر بشریت، دوم بشر فرداست و سوم 21 تفکر برای قرن 21.
در کتاب اول تاریخ مختصر بشریت برخلاف این اسم تاریخ نیست. راجع به جنگ ها و پادشاهان و کشورهای مختلف صحبت نکرده. بلکه تاریخ بشریت میگوید در دنیای ما سه انقلاب و سه تحول بزرگ اتفاق افتاده. تحول اول، انقلاب اول، پیدایش نوع انسان در کره خاکی است و توانایی این انسان برای باقی ماندگاریه در تنازع بقا. در صورتی که جانوران قدرتمندتر از انسان نتوانستن ادامه حیات بدن و از بین رفتن، و یکی از دلایلی که او اقامه میکنه که انسان به خاطر حس همکاری و با هم بودن و انعطاف پذیری او بوده. البته توضیحات بیشتر مفصلی بده که من اصلا وارد اون نمیشه. دومین انقلاب، انقلاب کشاورزی بوده. تحول بزرگ این بوده که انسان یاد میگیره از زمین غذای خودش رو تهیه بکنه، میتونه بر طبیعت تسلط پیدا بکنه، شهرنشین میشه، تمدن به وجود میاره، تمدن‌های مختلف. و سومین انقلاب، انقلاب علمی است. انقلاب علمی که در 500 سال پیش شروع شد تا به امروز میبینیم بشر حتی به کره ما هم پا گذاشته. بشر به خاطر تکنولوژی و هوش مصنوعی که قادر از اون استفاده بکنه، و عامل سومی که بسیار ازش صحبت میکنه دکتر هراری، الگوریتم پاس، که اون یک نوع ریاضیه که من وارد اون نمیتونم بشم، و عقیده او اینه که میگوید بشر موجودی است شیمیایی، یعنی در وجود ما تمام کارها، افکار، خواسته های ما در اثر فعل و انفعالات شیمیایی درون وجود ماست. ما تا به حال فکر میکردیم که مغز ما تصمیم گیرنده است، مغز ما رهنماست، ولی اون میگوید نه، شما در برابر هر احساسی، خواسته‌ای، حتی فرض کتابی، روزی خواهد رسید که هوش مصنوعی و الگوریتم ها باعث خواهند شد که شما را اینها بهتر از خود بشناسند. شما از خودت اصلا اراده‌ای نداشتی برای انتخاب خودت. هر چیزی که بخوای انتخاب بکنی قبلا به خاطر هر فعل انفعال شیمیایی در وجود، اونها هوش مصنوعی میدونن، اونها در حقیقت میتونن بهتر از ما انتخاب بکنن. عجیب اینه. او انسانی سکولار، اعتقاد به مذهب، اعتقاد به قدرت‌های مافوق طبیعی نداره و اعتقاد نداره که انسان چیزی در وجودش هست به نام نشما. و عجیب هم اینه که این کتاب به 20 زبان زنده دنیا ترجمه شده و در حدود 20 میلیون نسخه آن به فروش رسیدن. دکتر هراری در اکثر گردهمه‌های علمی و اقتصادی و اجتماعی در اروپا و در دنیا دعوت میشه تا عقاید خودش رو ابراز بداره و مردم خیلی او رو قبول دارن به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک مغز متفکر در زمان ما. آیا عقیده یهودیت هم همینه که ایشون توصیف میکنه و بعضی ها هم همین عقیده رو دارن؟ بعضی از فلاسفه و در روانشناسی هم انسان رو تابع شرایط محیطی میدونن یا ژنتیکی میدونن. ما اعتقادمون بر اینه، از ابتدای تورا، در همون فصول اول، خداوند وقتی انسان را میآفریند به او یک امر میده، میگوید از میوه این درختی که به تو میگویم مخور. انسان چیکار میکنه؟ انسان برخلاف امر خداوند، به خاطر خواست و اراده آزادی که داره، میوه
میوه رو میخوره. و اون نشون میده که انسان رو خداوند مثل یک ربات تحریزی شده نیافریده. انسان دارای اراده آزاده و انتخاب آزاده، جبری نیست. رمبان یکی از بزرگترین فلاسفه و فقهای ما در کتاب معروف خود مورد نبوخیم رهنمای سرگشتگان در بخش سوم، اونایی که میخوان مایلن به فارسی هم ترجمه شده این کتاب، در فصل بخش سوم و فصل 17 به تفسیر راجع به جبر و اختیار در مکتبهای مذهبی مختلف صحبت میکنه، راجع به معتزله، اشعریه و تمام اینها. واقعاً یک نتیجه گیری میکنه، میگه که انسان در تورا و یهودیت انسان مخیره، آزاده که راه بد یا راه خوب را انتخاب بکنه، انسانی وارسته و اخلاقی باشه یا انسانی که به دامن خطا و آلودگی بیفته. مسئله اینه، نقطه‌ای که او تذکر میده که ببین، خداوند، ما اعتقاد داریم دانای همه چیزه. خداوند از افکار و افعال نه تنها گذشته من، بلکه از حال و آنچه که من در آینده فکر خواهم کرد و عمل خواهم کرد آگاهه. بنابراین این آگاهی آیا باعث بشه که من از خودم اراده نداشته باشم و اون را انجام بدم اونطور که اون خدای بزرگ در می داند؟ رمبان میگوید با وجود این دانایی، خداوندی که همه توانه، همه چیز دانه، دخالتی در اراده آزاد انسان نمی کنه، بلکه من همون کاری رو که خودم اراده کردم، انتخاب کردم، اون رو انجام خواهم داد. پس میبینید یهودیت به ما میگوید انتخاب به دست خود انسانه، ما ایم که انتخاب میکنیم راه های مختلف زندگی خود رو. در پاراشای آخره، این پاراشایی است که ما میبینیم کوهن گدول در روز کیپور آیین مقدسی رو در بیت المقدس، این خانه مقدس، انجام میده. این قسمت از تورا را ما در روز کیپور هم میخوانیم. بعد از خواندن شخرید، این قسمت از تورا اون قسمتی است که تعیین شده برای خواندن در این روز. چرا که در آن کیپور یعنی بخشایش، یعنی پوشیدن، در حقیقت پوشش عملی که نادرست بوده خداوند بیبخشه. عمل آن چیزی که انجام شده از بین نمیره. کف پی رش یعنی پوشاندن. شما چیزی که بپوشونید، این میز را اگر من با یک رومیزی بپوشونم، اون ماهیت میز از بین نمیره، ولی این پوشش رو زیبا میکنه. روز کیپور روز بخشایش گناهانیست که ما در طول سال مرتکب شدیم و کارهای آیینی که در بیت المقدس انجام میشد، چون در اونجا مردم برای بخشایش رو میکردن، قربانی تقدیم میکردن، آیینی رو انجام میدادن، امکان داشت سهواً کهنه دچار اشتباهاتی در انجام دادن آیین بشه. بنابراین پاکسازی و بخشایش هم برای بعد و بعد به تو و بعد کل کهال اسرائیل، کوهن گدول در این روز به عنوان نماینده ملت برای خطاهای خودش، خاندانش، کهنیم یا خانواده خودش و
و تمام ملت اسرائیل میومد درخواست میکرد. در بین این آیین ها دو بز رو قربانی میکردن، دو بز نر. این دو بز از لحاظ قد، شکل، وزن، رنگ و قیمت یکسان بودن. یکی از آنها رو به درگاه خداوند لحشر قربانی میکردن در جای مقدس و دیگری رو به طور سمبولیک تمام گناهان رو میگفتن بر او میگذاشتن و او را خارج از بیت مقدس، خارج از جای مقدس، به محلی به نام عزازل میفرستادن. صخره ای بود و اون رو به نیستی پرتاب میکردن. علمای مفسر ما به این صورت ساده به این دو بز تماشا نمی کنن. دونیس خاک بربانل، یکی از مفسرین عالی قدر ما در قرن 15 هم، می نویسد این دو بز سمبولند. سمبول دو برادر بودن. این دو برادر یکی یعقوب و دیگری عصاف. یعقوب جد سوم ماست، عصاف برادرشه، برادر دوقلوی او، از یک پدر مادر به دنیا آمدن، در یک خانواده تربیت شدن، در یک محیط تربیت یافتند. ولی میبینیم که یکی راه اخلاق، معنویت، روحانیت رو انتخاب میکنه و دیگری راه دنیویت و لذت بری از دنیا. دو برادر یکی هستند. شاید ترکیبات ژنی اونها به قول امروز ما همش یکسان نباشه، ولی اگر انسان، شخصیت انسانی انسان، تفکراتش هم در خانه فرم میگیره، هم در محیطی که زندگی میکنه، بنابراین این دو میباسه یکسان رفتار بکنن. چرا نمیکنن؟ برای که مخیرن، انتخاب آزاد دارن. یکی در کنار خانه مقدس، یکی در کنار تقدس، یکی اون بزی که در قدش نزدیک جای مقدس باقی میمونه، یا دیگری در جایی که سمبل خطا و انحراف نیستی میره. خطاست. آرام شمشم رفایت هیرش در همین زمینه این آیین میگوید ببین، خداوند به ما این اراده و قدرت رو داده که بتوانیم در برابر خواسته ها و انگیزه هایی که درست نیستن، انگیزه هایی که همش یا وسوسه هستن یا ما رو به انحرافات میبرن، بیستیم، مقاومت بکنیم و بر آنها غلبه بکنیم. همه ما دو راه داریم، دو راه انتخاب. یکی نور تقدس اخلاق، آرامش درونه، و دیگری تاریکی هاست، دیگری عزازله. این انتخاب به دست ماست. نبایستی بگیم این شرایط محیطی بود. نه، این شیطان نفس بود. نه، قدرت رو داریم که بر همه اینها ما غلبه بکنیم. خداوند این دو راه رو به ما نشون داده. آقای دکتر حراری با وجود تمام این تئوری های زیبایی که داره، انسان موجودی شیمیایی نیست. درسته وجود خاکی ما همش از شیمیایی، درسته ترکیبات شیمیاییه، فعل و فعالاتش هم شیمیاییه، ولی خداوند در وجود ما عامل دیگری قرار داده و این عامل نشما است. نشما یک اخگری است، قسمتی است از همان وجود هشم، خصائل هشم، نه وجود. خداوند یک هستی است غیر قابل توصیف. این یک هستی است که اراده آزاد داره. خداوند با اراده خود جهان رو آفرید، به خاطر که اون نیکوست و نیکوی توف اومتی به قول ربخال.
بنابراین در وجود من انسان هم است اراده آزاد که مثل آفریدگار خود رفتار بکنم. من ربات نیستم. اعمال ما از پیش تعیین شده نیستن. شیمیایی نیستیم. ما موجود شیمیایی. ما موجودی هستیم که خداوند میگوید او وخرت بخیم. زندگی، روشنایی و خوبی را انتخاب کن. امیدوارم که ما همگی این قدرت انتخاب خوب را داشته باشیم و شبات خوبی برای همه شما عزیزان از خداوند درخواست دارم. شبات شلوم. شبات شلوم.